به یکایک شما اندیشمندان، دوستان، عزیزان، همراهان و علاقمندان به راه حقیقت و دانایی در اینجا بسیار ارادت دارم و امیدوارم که هر جا هستید خوب باشید. من ایزد آناکیا سومر هستم در اینجا، با اینکه کاملا اشراف دارم و میدونم که آیین ایزدی و آیین یزیدیه نمی بایست در مورد عقاید خودش با دیگران سخن بگه، به جهت آموزش و به جهت آشنایی و به جهت زنده نگه داشتن آیین باستانی ایزدی ایران، کتاب مصحف الرش و کتاب سیاه رو میخونم. البته این کتاب به زبان عربی هست، چرا که ایزدیان ایران بیش از 8000 ساله که در هر دولت و حکومت و سیستم پادشاهی و غیره و غیره مورد کشتار و هجوم اعراب بودن، مورد هجوم ترک ها بودن، مورد هجوم بقیه شرایط حکومتی و مغول ها و غیره بودن و باعث شده که از ایران بگریزن و به کشورهای دیگه پناه ببرن. اما افرادی هستن که هنوز ایزدی هستن و در ایران به طور مخفی زندگی میکنن و به خارج از کشور خودشون رو میرسونن و پناهنده میشن و ادامه زندگی دارن. حالا من کتاب مصحف الرش و کتاب جلوه رو براتون میخونم، پوزش میخوام. زبان این کتاب خیلی کهن هست و ترجمه اون از عربی به پارسی با زبان کهن زیاد چیز تراشیده و درست و حسابی خوب در نیومده بر من، ولی من تلاش میکنم خوب اون رو براتون ترجمه کنم. الکتاب المقدس الذی العزیدیه، مصحف الرش و کتاب جلوه. مقدمه. وجود قبل از همه مخلوقات پادشاه طاووس است. او کسی است که ابطاووس را به این دنیا فرستاد تا قوم خود را بشناسد و بفهمد و آنها را از فریب نجات دهد. و تو هم اول آن با گفتار شفاهی بود، سپس به وسیله این کتاب به نام جلوه که کتابی است که نمی بایست توسط افراد خارجی خوانده شود. فصل اول. من بودم و الان هستم و با تسلط بر مخلوقات و تنظیم مساله و امور هر یک تا آخر خواهم ماند که در اختیار من هستند. من به سرعت در جمع کسانی که به من اعتماد دارند حاضر می شوم و در صورت نیاز مرا صدا می زنند. جایی برای من وجود دارد. من با همه حقایقی که بیگانگان آن را بد می نامند شریک هستم، آگاه هستم. به دلخواه آنها چیزی ساخته نشده است. هر دوره یک برنامه ریز دارد و این با توصیه من طاووس الملک است. هر نسلی پیشروی این دنیا را تغییر می دهد تا زمانی که پیشروها هر کدام به نوبت تا جا به جا بشوند کارش را کامل می کنم. من بر اساس خلقت به فطرت مخلوق با اخلاقش جواز حضور می دهم. کسی که در مقابل من مقاومت کند پشیمان و اندوهگین می شود. خدایان دیگر کاری به این ندارند که مرا وادار کنند خواستم را متوقف کنم. هرچه که بود، کتابهایی که در دست یاغیان است درست نیست و کتابهایی که برای ما فرستاده اند آنها نیست بلکه تحریف شده اند.
و هر کدام دیگری را باطل شمردن و از روی دیگری رونوشت زدند. حق و باطل معلوم است و با آزمایش و تجربه به وقوع می پیوندند. عید و شادمانی من برای کسانی است که برخلاف عهد من سخن نگویند و من به قیومیتم بر زمین به افرادی که در دورانها و زمانهای معینی تعیین کرده ام وفادارم و آنها از من سرپیچی نمی کنند. در اینجا مواردی را می گویم که لازم دانستم. من کسانی را که تعلیم دادم و آنها از من پیروی می کنند و موافقت با من دارند را به لذت سرشاری می رسانم. آنها را راهنمایی و آموزش می دهم. فصل دوم. من به این آدم با انواعی که می شناسم پاداش می دهم. تسلط بر هر آنچه در زمین است، در بالا و در پایین، در دست من است. من برخورد و رخداد در دنیا را قبول ندارم و من مانع خوبی آنها نمی شوم، مخصوصاً برای کسانی که در حضور من خاص هستند و داوطلبانه و با توجه به اهداف من کار می کنند. به نوعی و شکلی برای کسانی که صادق و در مشاوره من هستند همواره پشتیبانی محکم می باشم. ثروتمند و فقیر، شاد و بدبخت، بنا به شرایط و زمان هیچ کس در آن دخالت یا جلوگیری نخواهد داشت و این خواست من طاووس الملک است. به افرادی که با من مخالفت می کنند دردها و بیماریها می دهم. کسی که مرا کفایت می کند مانند بقیه فرزندان آدم نمی میرد و من به کسی اجازه نمی دهم که بیش از زمان در این جهان پایین زندگی کند که توسط من محدود شده است و در صورت تمایل می توانید برای بار دوم، بار سوم با انتقال ارواح به این دنیا یا آن دنیای دیگر فرستاده شوید. در اینجا من به علت طولانی شدن پارت مجبورم که بدرود بگم و امیدوارم که تمام ایزدیان و طاووس الملک باوران در برکت و عظمت و شکوه و تندرستی جاودانه در تناسخ زنده بمانند و شاد باشند. روز روزگار بکام.